سلام فامیل های عزیز، وقت بخیر. این ویدیو در مورد قوانین خانوادگی از طرف دایورسد به همکاری باربن هلت کمیونیتی سنتر برای شما تهیه شده است. در قدم نخست ما تصدیق می داریم این سرزمین را که مربوط به مردمان واداورینگ بوده و ما احترام خود را به بزرگان گذشته، حال و آینده آنها ابراز می داریم. و همچنان به تمامی مردمان بومی این سرزمین که کشورشان را با ما شریک ساخته احترام قائل هستیم. این ویدیو معلوماتی عمومی در مورد مقررات و قوانین خانوادگی بیان می‌دارد، اما هیچگونه مشوره شخصی در مورد مشکلات خانوادگی در این ویدیو گنجانیده نشده است. پس لطفاً اگر می‌خواستین در مورد معلومات و مشکلات شخصیتان با یکی از مشاور خانواده ها در تماس شوین، میتونین به شماره تماس 1-300-430-599 به تماس شوین و این شماره تماس شما را به خدمات حقوقی در رابطه با مشکلات فامیلی مشوره خواهد داد و شما میتونین از طریق این شماره تماس وقت ملاقات در برتان بک کنین یا بگیرین و بعدا شما میتونین همچنان تقاضای مترجم بکنین که شما را در درخواست کمک در مورد مشکلات فامیلی کمک بکنه. محتوا و قوانینی که در این ویدیو گنجانیده شده است از طرف لوئیس تورسن تهیه شده و لوئیس یکی از حقوقدانان مرکز خدمات حقوقی باربن هلت کمیونیتی سنتر می باشد. باربن کمیونیتی لیگل سرویس، این کمیونیتی برای شما در بخش مسائل حقوقی می تواند کمک بکند. این کمیونیتی در قسمت مشوره های حقوقی فری برای شما می تواند کمک کند و همچنان کسایی که نیاز داشته باشند به مراکز دیگر حقوقی و یا هم به متخصصین حقوق مراجعه می دهد. و سیوم این که در بخش آموزش مسائل حقوقی و رشد کمیونیتی ها، این مرکز کمیونیتی باربن هلت میتونه شما را کمک بکند. همچنان در بخش تصحیح و یا هم تغییر بعضی از مقررات و مسائل سیاسی میتونه شما را کمک و مشوره های قانونی بدهد. بر اساس گفته های خانم لوئیس، وکیل باربن هلت کمیونیتی سنتر، تمامی خانم ها و آقایان در خانواده در پرورش اطفالشان حق و حقوق مساوی دارند. اگر آنها به مشکل مواجه می شوند و یا هم رابطه سالم نمی توانند با هم داشته باشند، آنها می توانند از مرکز لیگل کمیونیتی سنتر باربن هلت کمک درخواست کنند و مشاور خانوادگی وجود دارد که آنها را در قسمت مسائل حقوقی خانوادگی کمک بکند. و هیچ گونه قوانینی در این زمینه وجود ندارد که فامیل ها را مجبور بکنند که از خانوادهشان جدا شوند یا نشوند. این تصمیم به خانواده ها مربوط می شود یا هم به کسی که به مرکز حقوقی باربن هلت تماس می گیرند که در مورد زندگیشان تصمیم بگیرد که می توانند با فامیلشان یک جا باشند یا خیر. مثلا یک شخص می خواهد از خانم خود جدا شود یا هم خانمش می خواهد ازش جدا شود، اونا می توانند از وکیل هایی که در باربن هلت کمیونیتی لیگل سرویس وجود دارد درخواست کمک بده و وکیل هایی که اونجا وجود دارد برایشان در قسمت مسائل قانونی کمک میکنه. مثلا میگن که کی میتونه تا چه مدت اطفال را نگهبانی کند و یا هم چه مقدار مالکیت مربوط به خانم و یا شوهر میشود که در این بخش میتونه باربن کمیونیتی لیگل سرویس کمک بکند. انگامی که یک زوج و یا هم یک خانم و شوهر نمیتوانند به هماهنگی همدیگر زندگی مشترکشان را ادامه بدهند و به اثر مشکلی که بینشان ایجاد شده نمیتوانند با همدیگر به صورت مشترک زندگی کنند، آنها میتوانند تصمیم بگیرند از همدیگر جدا شوند و در قسمت گرفتن طلاق از همدیگر هیچ دخالت اعضای کمیونیتی و یا هم دیگر اعضای جامعه و حتی دولت نمیتواند داشته باشد. در قسمت جدایی و یا هم ادامه زندگی مشترکشان فقط خود ایشان است که در موردشان تصمیم میگیرد. در بعضی از موارد خانم و شوهری که میخوان از هم دیگر جدا شوند به دلایل مالکیت و یا هم مسائل اقتصادی ممکن است برای یک مدت زیر یک سقف با همدیگر به صورت جداگانه زندگی بکنند.
اما در اکثر موارد خانم و شوهری که تصمیم به جدایی از هم دیگر می گیرند، آنها هم چنان در خانه های مختلف از هم دیگر زندگی می کنند و در این قسمت مسئله مالکیت، تقسیم مالکیت و یا هم نوعی پرورش اطفال و مسئولیت هایی که در قبال اطفالشان دارد باید به صورت منصفانه بینشان تقسیم شود. اینکه خانم و یا شوهر بین هم مالکیتشان را به صورت 50-50 یا مساوی تقسیم بکند، این عادلانه نبوده، به دلیلی که امکان دارد یکی از آنها بیشتر از طرف مقابلش در جریان زندگی مشترک به کار و فعالیت پرداخته و در بخش مالکیت سهم بیشتر داشته باشد و یا هم شخص دیگر و یا مقابل آن در بخش پرورش اطفال بیشتر وقت و انرژی صرف کرده باشد و ممکن است در آن قسمت سهم بیشتر داشته باشد. به این دلیل به خاطر داوری عادلانه بین این زوجان یک شخص میانجی و یا هم وکیل نیاز است که مسئلهشان را به صورت بی‌طرف حل و فصل بکنند. و به اساس قوانین خانوادگی در استرالیا، زوجینی که می خواهند از همدیگر درخواست طلاق بکنند، آنها باید مدت یک سال از همدیگر جدا زندگی کرده باشد و کسی که می خواهد دوباره ازدواج کند باید است از خانم و یا هم شوهر قبلیش طلاق گرفته باشد. یعنی بر اساس قانون دولت استرالیا یک شخص حق ازدواج با دو فرد را ندارد. در اینجا به زندگی مشترک یوهانی و ماریا اشاره می کنیم که آنها مدت 15 سال است با همدیگر ازدواج کرده، اما زندگی مشترکشان بسیار خوب نبوده و همیشه در بین فامیل جنگ و دعوا داشتند و آنها صاحب 3 طفل هستند فعلا که 2 طفلشان در مکتب میره و 1 طفل نوزادشان هم با خود ماریا در خانه می باشه. ماریا در قسمت مشکلات زندگی مشترکش با یکی از دوستانش مشوره می کند. دوستش به او می گوید که در استرالیا او می تواند در مورد زندگی مشترکش تصمیم بگیرد و اگر نمی تواند به دلیل مشکلات خانوادگی زندگی مشترکشان را ادامه بدهد، او می تواند بعد از جدا شدن یک سال از شوهرش به صورت قانونی از شوهرش درخواست طلاق بکند. بعد از دعوایی که بین ماریا و یوهانی صورت میگیرد، ماریا تصمیم میگیرد که از شوهرش جدا شود. او از شوهرش یوهانی میخواهد که برای مدتی با برادرش زندگی داشته باشد تا اینکه مسئلهشان روشن شود. در این سناریو ماریا و یوهانی میتوانند در قسمت اول که با همدیگر مشوره کنند و از همدیگر جدا شوند و اینکه اگر نتانستن بین همدیگر مسئلهشان را حل و فصل بکنند، از مرکز حل مشکلات فامیلی میتونند درخواست کمک بکنند و آنها یک شخص میانجی در نظر میگیرند تا مسئلهشان را حل بکند و در این جریان ماریا و یوهانی میتونند با یک وکیل دید و بازدید داشته باشد تا در مورد حقوق و مسئولیت هایی که هر یکی از اینها در مقابل فامیل و یکدیگرشان دارد با خبر بسازند و بعد از این که در مورد مسئولیت ها و حقوقشان دریافتند می توانند بین همدیگر و وکیلایشان همین مسئله را حل و فصل بکنند. و دو چیزی مهمی که آنها باید به همدیگر به توافق برسند این است که کی سرپرستی اطفال را تا چه مدت به عهده می گیره و دیگر این که مالکیتی که بین همدیگر داشتند چگونه می توانند به صورت منصفانه با همدیگر تقسیم بکنند. و اگر در این قسمت مشکلات ایجاد شد ممکن است آنها به محکمه کشانیده شوند و آن وقت قاضی مسئله ایشان را حل خواهد کرد. و در مورد قوانین خانوادگی در رابطه با اطفال باید گفت که دولت استرالیا نظر به تمامی روابط دیگر به اطفال اولویت بیشتر می دهد تا از حق و حقوق اطفال محافظت کند و اینکه آنها را اذر کند صدمه و آسیب روحی و جسمی در جریان مشکلات فامیلی محافظت بکند. و همینطور که در سناریو یا داستان یوهانی و ماریا اشاره کردیم، آنها دارای 3 فرزند می باشد که طفل بزرگ آنها به نام مریم یاد می شه و مریم 11 سال عمر داره و او قرار است که سال آینده های سکول یا همو دوره متوسطه آموزشیش را شروع بکنه و در این قسمت
دولت ماریا و یوحانی را مسئول می داند تا در بخش های مختلف زندگی مریم با همدیگر تصمیم مشترک بگیرد، اینکه او چگونه رشته را در آینده تعقیب خواهد کرد و اینکه چی بیلیف یا باورهای مذهبی و فرهنگی را تعقیب خواهد کرد. همه این چیزها را باید ماریا و یوحانی با وجود جدا شدن از همدیگر باید است به صورت مشترک در مورد اینکه زندگی اطفالشان به صورت بهتر در آینده پیش برند باید از تصمیم بگیرد و همینطور در مورد مسائل دیگر و زندگی اطفال دیگرش باید به همدیگر به توافق برسند. اگر به توافق هم نرسیدند ممکن است آنها به محکمه مراجعه کنند و این مسئله را به مشوره هم در دادگاه حل کنند. و در قسمت تقسیم منصفانه مالکیت بین ماریا و یوحانی باید گفت که این دو نفر تمامی چیزهایی که در جریان زندگی مشترک با همدیگر داشتند، مثلا خانه، جای زمین، پول، سهم تجاری، موتر، زیورالات، وسایل خانه و حتی یک مقدار پولی که آنها به خاطر تقاعدشان ذخیره کرده بودند، را باید در بخش تقسیم مالکیت در نظر بگیرند و همچنان قرضه ای که دارند باید مشخص بسازند که به چه مقدار توسط کدام ایشان پرداخت خواهد شد. و بر اساس قانون تقسیم منصفانه مالکیت بین زوجین به این معناست که تمامی تلاش هایی که آنها به خاطر به دست آوردن پول و یا هم چیزهای مادی انجام دادند در گذشته و یا هم تمامی تلاش هایی که آنها در قسمت پرورش اطفالشان انجام داده باید در نظر گرفته شود و همچنان قرار است تلاش ها و یا هم سهم و مسئولیت هایی که آنها قرار است در آینده در رابطه با اطفالشان به دوش بگیرند باید هم اینها در قسمت تقسیم مالکیت در نظر گرفته شود و تقسیم 50-50 یا مساوی مالکیت همیشه منصفانه نمی باشد به دلیلی که اگر یوحانی در بیرون از منزل مصروف کار و فعالیت بوده و با پولی که به دست آورده بسیاری از اشیا را در جریان زندگی مشترکشان خریداری نموده، ماریا همچنان در جریان زندگی مشترکشان تلاش های بیشتری در خانواده در قسمت محافظت و پرورش اطفالشان ممکن است انجام داده باشد که به این دلیل باید از همه این مسائل در جریان تقسیم مالکیت باید در نظر گرفته شود. اگر آنها با هم به توافق رسیدند می توانند با هم دیگر یک توافقنامه امضا بکنند به صورت غیر قانونی که بعدا هم اجرای قانونی نخواهد داشت، به این ترتیب مسئله مالکیتشان را حل و فصل بکند و حتی اگر خواستند می توانند از دادگاه درخواست consent order یا رضایت نامه درخواست کنند که به این ترتیب می توانند مسئلهشان را حل کنند و اگر نتانستن مشکل مالکی تقسیم مالکیتشان را حل کنند آنها می توانند به دادگاه مراجعه کنند که این مسئله را حل بکنند. در صورت عدم توافق روی مسئله تقسیم مالکیت و نگهبانی اطفالشان آنها به محکمه کشانیده خواهد شد و قبل از رفتن به دادگاه باید از آنها با وکیل ملاقات داشته باشد تا از حقوق و مسئولیت های همدیگر آگاه شوند و در دادگاه مسائلی را که دارند باید با قاضی در جریان بگذارند و قاضی بر اساس قوانین خانوادگی مسئله مالکیتشان را به صورت منصفانه تقسیم خواهد کرد و همچنان مسئله پرورش اطفالشان را برشان واضح خواهد کرد و در نهایت حکمی که از طرف دادگاه وضع می شوند زوجین مجبور است که مطابق آن عمل کند. در بعضی موارد خانم ها به دلیلی که بیرون از منزل کار ندارند وقتی که از شوهرش جدا میشه به مشکلات مالی مواجه میشد که در این بخش هم کمک های مالی از طرف دولت برای خانم هایی که در چنین شرایط قرار میگیرد در نظر گرفته شده که به نام Financial Counseling یاد میشود و همینطور سیستم دیگری به نام Child Support and Maintenance وجود دارد که از طریق این سیستم معلوم می شود که هر یک از والدین به چه مقدار پول و مصرف اطفالشان کرده است. و برای معلومات بیشتر در قسمت حمایت مالی اطفال خانم که نیاز داره می تواند به Child Support Agency مراجعه بکند و همچنان خانمی که از شوهرش جدا شده و کار ندارد و وابسته به کمک مالی سنترلینک می باشد ممکن است سنترلینک به صورت
نرمال از شوهرش تقاضا بکند تا مصارف اطفالش را بپردازد و کمک دیگری برای کسایی که خشونت فامیلی را تجربه می کند از طرف سنترلینک در نظر گرفته شده است و این دلیل خانم هایی که کار ندارند و تجارب خشونت فامیلی را دارند می توانند از طریق صحبت کردن با یکی از سوشیل ورکرهای سنترلینک این کمک مالی را دریافت بکند و آن خانم همچنان می تواند به خاطر تکس بینفیت و رنت اسیستن هم درخواست بدهد و اگر درخواستش از طرف سنترلینک قبول نشد این حق را دارد که دوباره از کسی درخواست مشوره قانونی بکند و این مسئله را با سنترلینک حل سازد. در حال حاضر دولت استرالیا تلاش های بسیار زیادی را برای ترویج مساوات جنسیتی بین آقایان و خانم ها انجام می دهد تا زمینه بهتر و منصفانه تری را برای رشد خانم ها و دختران در جامعه مساعد بسازد و این تلاش ها در سه بخش انجام می شود: بخش صحی، بخش جلوگیری از خشونت های فامیلی و نگهداری اطفال و خانم ها، و در بخش ترویج زمینه کاری مساوی بین خانم ها و آقایان می باشد. داستان دیگر از خشونت فامیلی از خانم به نام ماها است که او را شوهرش به خاطر خرید مواد غذایی پول نمی دهد و مداوما چندین بار در خانه به دلیل آشپزی که انجام داده از طرف شوهرش سرکوب شده و مورد توهین و تعقیب و حتی لاتکوب قرار گرفته و اطفال خردسال او همچنان شاهد این دعوای والدینش بوده و به دلیل همین مشکل خانوادگی که بینشان وجود داره یکی از اطفالش به مشکل شب ادراری مواجه شده که اکثرا خوابهای ترسناک میبیند و در هنگام شب محل خوابش را تر میکند و این نشان میدهد تاثیر ناگواری که خشونتهای فامیلی روی اطفال و روی تمامی اعضای خانواده میتواند داشته باشد و این گونه خشونت های خانوادگی در استرالیا غیر مجاز بوده و کسایی که خودش و یا هم اطفال خردسالش به دلیل خشونت های فامیلی رنج میبرد آنها حق مسلم دارد تا درخواست کمک بکند و برای جلوگیری از خشونت های فامیلی لازم است که بدانیم خانم ها در اجتماع چی حق و حقوقی دارند. بنابراین بر اساس اعلامیه حقوق بشر تمامی انسان ها به شمول خانم ها و آقایان دارای حقوق مساوی و یکسان می باشد و تمامی انسان ها بدون در نظر داشت جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد، زبان و دیگر تفاوت های انسانیشان حق حقوقشان قابل احترام می باشد و همین مساوی دانستن حقوق تمامی انسان ها توسط اعلامیه حقوق بشر از طرف ملت ها پذیرفته شده است و همچنان معاهده بین المللی دیگر به نام The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women وجود دارد که این معاهده بین المللی تمامی خشونت های فامیلی و یا هر گونه خشونت دیگر را برخلاف خانم ها ممنوع قرار داده و این معاهده به خاطر محدودسازی هر گونه تبعیض علیه خانم ها وضع شده است و به این دلیل خشونت فامیلی که در اصل خشونت حقوق انسانی و نقض حقوق انسانی دیگر می باشد در استرالیا غیر قانونی محسوب می شود و به همین دلیل همه ما مستحق داشتن محل آرام برای بدو باش و داشتن دسترسی به خدمات اجتماعی، صحی و قانونی می باشیم و همچنان مستحق تامین امنیت اجتماعی از طرف دولت می باشیم و در استرالیا خدماتی وجود دارد که از حق و حقوق شما حمایت می کند و اگر شما در دلیل خشونت های خانوادگی و یا هم دیگر مشکلات اجتماعی به نقض حقوق انسانیتان مواجه شدین شما می توانین به مراکز مربوطه دولتی مراجعه بکنین و همچنان در صورت مواجه شدن به خشونت های فامیلی که یکی از مشکلاتی است که موجب به نقض حقوق انسانی شما می شود شما می توانین به سنترلینک تماس بگیرین و سنترلینک کمک های را در این زمینه در قسمت مالی، اجتماعی و حقوقی برایتان معیا می سازد و همچنان بهتر است بفهمیم که خشونت فامیلی چی است.
خشونت های فامیلی شامل تمامی رفتارهایی می شود که یک شخص از اعضای فامیل از طریق زورگویی، کنترل و یا هم فشار می خواهد شخص دیگر از اعضای فامیل را تحت کنترل بگیرد و یا هم احساس ترس در نزدش ایجاد بکند. رفتارهایی مثل صدمات جسمی و جنسی، سوء استفاده های مالی و توهین و تحقیر که همه باعث مشکلات روانی هم می شود از جمله مثال های خشونت های فامیلی می باشد و همه این رفتار در استرالیا غیر قانونی محسوب می شود و بر اساس تحقیقات دانشمندان اطفال خردسال نباید در معرض خشونت های فامیلی قرار بگیرد زیرا اطفالی که شاهد خشونت های فامیلی هستند آنها از لحاظ احساسی و از لحاظ روانی نمیتونند درشت بهتر داشته باشند و انواع خشونت های فامیلی که بسیار معمول است یکی هم خشونت بین والدین است که دو فرد سرپرست فامیل بین هم دعوا دارند و یا هم از یک دیگر حق و حقوق یک دیگر سوء استفاده میکنند. دوم سوء استفاده یا خشونت یک طفل برخلاف والدینش است. سوم خشونت یک فرد از بزرگسال خانواده برخلاف یک شخص خردسال خانواده یا یک طفل است و چهارم هم خشونت خواهرها و یا هم برادرها با هم دیگر می باشه. و انواع مختلف خشونت های فامیلی در جوامع مختلف بین فرهنگ ها و مردم مختلف وجود دارد و در استرالیا مشکل خانوادگی یک مشکل اجتماعی محسوب می شود و از هر 3 نفر یک نفر خشونت فامیلی را تجربه کرده است و این یک مشکل انفرادی یا شخصی نبوده بلکه اشخاص در جوامع مختلف ممکن است به خشونت های فامیلی مواجه شوند و اگر کسی به خشونت فامیلی مواجه می شود این حق را دارد که به پلیس تماس بگیرد اگر احساس در خطر بودن را دارد و حق دسترسی به مترجم رایگان دارد تا صحبتهایش را به پلیس و یا هم شخص دیگر منتقل بسازد. همچنان خانمی که مورد خشونت فامیلی قرار گرفته می تواند از دادگاه طلب کمک بکند و دادگاه با صادر کردن حکم می تواند جلوی خشونت های فامیلی را بگیرد و شخصی که مرتکب خشونت فامیلی است و حکم دادگاه را نقض میکند ممکن است از طرف دادگاه و پلیس به مجازات سخت‌تر محکوم شود و همینطور برای خانوما یک کار مشکل است که در مورد رابطه که در آن خشونت وجود دارد تصمیم بگیرد که ترک کند و یا هم به آن رابطه ادامه بدهد. اما در مجموع این حق برای کسی که خشونت فامیلی را تجربه کرده مربوط به او می باشد که رفتار خشونت آمیز را تحمل کند و یا هم رفتار خشونت آمیز را با ترک کردن آن رابطه خاتمه ببخشد و به این دلیل ارگانیزیشن های مختلف وجود دارد که خانم ها را در تصمیم گیری می تواند کمک بکند و همچنان در بخش مالی مثلا در قسمت پرداخت بیل، اجاره خانه، مصارف حقوقی و دیگر کمک های مالی برایش همکاری بکند و کسایی که به دلیل خشونت های فامیلی با مسائل حقوقی مواجه می شود ممکن است یک لایر یا هم حقوقدان یا وکیل نتونه تمامی مشکلات حقوقی او را به تنهایی حل بکنه و امکان داره او به خاطر مشکلات حقوقیش یا می خشونت های فامیلی که تجربه کرده و یا هم مرتکب خشونت های فامیلی شده به دادگاه کشانیده شود و بهتر است او شخص باید چند روز قبل از رفتن به دادگاه باید با یک وکیل تمامی مشکلات و مسائلی که داره باید در میان بگذاره و همینطور نمیتونه که فقط با یک روز قبل از رفتن به دادگاه با یک وکیل مشوره کنه و مشکلاتش را حل کنه و کسی که فکر میکنه با غفلت کردن و یا هم چشم پوشی از مشکلات حقوقیش ممکن است که این مشکلات به مرور زمان کم شود این گونه نیست بلکه این مشکلات به مرور زمان ممکن است بدتر و بدتر شود اگر حل نشود. و بارون کمیونیتی لیگل سرویس سنتر یکی از مراکزی است که
در قسمت مشاوره های حقوقی بخش عمده از جامعه ما شما را به صورت رایگان میتواند کمک بکند. شما میتوانید بعد از ختم دوره قرنطینه کووید 19 از طریق شماره تماس 1-300-430-599 تماس بگیرین با این مرکز و اپاینمنت براتون بگیرین و حتی میتونین مترجم فری هم درخواست بکنین و اگر کدام مشکل حقوقی داشتین با وکیلایی که در این مرکز وجود داره مشوره بکنین. و روی این سلاید جزئیات دیگری در مورد تماس گیری با مراکزی است که شما میتونین از آنجا در رابطه به مسائل حقوقی درخواست کمک بکنید.